روز جهانی قدس نزدیک است. آن هم در 72 سال تولد قدهی چرکین و عفونی همچون عفونت کرونا. عفونتی که شاید روز قدس امسال را متفاوت از سالهای پیش کرده، اما آرمان و هدف یکیست: آزادی قدس شریف. در این روزهای کرونایی با یونس حضرت اشیروف، اسلام شناس و عضو ارشد اداره روحانیت مسلمانان روسیه، به گفتگو نشستم. القدس это совесть всех مسلمان، всей مسلمانской умы на земле. قدس وجدان همه مسلمانان و امت اسلام بر روی زمین است. هر کس غم و درد غصب این سرزمین را احساس نکند، در حقیقت دیندار نیست. امسال و با در نظر گرفتن شرایط قرنطینه، شاید مسلمانان نتوانند تجمعات حمایت از فلسطین برگزار کنند، اما قدس در قلب هر مسلمانی زنده است و مبارزه فلسطینیان ادامه خواهد یافت تا زمانی که صهیونیست ها از این سرزمین های مقدس رانده شوند. رژیم صهیونیستی با حمایت و همکاری آمریکا و در پوشش معامله شکست خورده ای به نام معامله قرن، به دنبال الحاق باقیمانده سرزمین‌های فلسطینی است. هیچ مسلمانی زیر بار چنین ننگ تاریخی نخواهد رفت. این شخصیت شناخته شده روسی درباره حاج قاسم سلیمانی، شهید قدس، هم حرف‌های زیادی برای گفتن داشت. защищали القدس которые выступали за него в частности исламская республика иран генерал который погиб на этом пути. امروزه چشم امید فلسطینیان به حمایت مسلمانان و کشورهای اسلامی به ویژه جمهوری اسلامی ایران است. ژنرال دلیر ایرانی قاسم سلیمانی حقیقتاً شهید قدس است. رهبران و مردم فلسطین قدر شهدای بزرگ را می‌دانند و با ریختن خون این شهدا زمان رانده شدن صهیونیست‌ها نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود. هرچند این روزها شیوع ویروسی از نوع کووید 1948 بسیاری از کشورهای جهان را درگیر خود کرده، اما صهیونیست‌های کودک‌کش و حامیان این رژیم جنایتکار از طریق رسانه‌های مستقل و فضای مجازی شاهد موجی خروشان از تنفر مسلمانان و آزادی‌خواهان جهانند.